دوستان و همراهان عزیز، درود بر شما. طبق روال هر پنج شنبه با پاسخ به سوالات شما همراه با شبان نیما علیزاده در خدمت شما هستیم. شما میتونید از طریق واتساپ، تلگرام و اینستاگرام و همچنین وبسایت مکاشفه که مشخصات اونها در توضیحات ذکر شده با ما در ارتباط باشید. خب سوال اول این هفته رو شخصی با اسم مستعار انیوان مطرح کردن که در مورد درخت انجیر هستش که در مرقس باب 11 وجود داره، که ایشون این کاری که عیسی مسیح میکنه و این روایتی که هستش در انجیل مرقس فصل 11 رو متوجه نمیشن و سوالشون بیشتر این هستش که چرا عیسی مسیح این کار رو انجام داده اگر فصل انجیردهی درخت انجیر نبوده. خب این روایت در انجیل متا 21 هم با یک سری تفاوت‌ها ذکر شده که حالا نمی‌خوایم به اون تفاوت‌ها بپردازیم. بله، زمانی که نگاه می‌کنیم به نظر می‌رسه که در فصل انجیردهی نبوده. ولی این درخت به نظر زودتر از موعد خودش علائم میوه آوردن رو داشته و برای همین هم عیسی مسیح توجهش جلب میشه و چون گرسنه بوده به سراغ این درخت میره. وقتی که ما نگاه می‌کنیم که خب خصوصیات درخت انجیر به چه شکله، معمولاً قبل از اینکه درخت انجیر بخواد برگ بیاره انجیر رو میاره، یعنی زمانی که برگ رویت میشه روی درخت انجیر به طور خیلی طبیعی انتظار میره که انجیر هم داشته باشه یا حتی شده به صورت کال باشه و نرسیده باشه روی درخت. پس زمانی که عیسی مسیح میبینه که روی این درخت برگ وجود داره، خب به صورت خیلی نرمال و چیزی که میدونستن به سمت درخت میره، چون که میدونسته بالاخره یک میوه‌ای روی این درخت پیدا میکنه. اما زمانی که عیسی مسیح نزدیک درخت میشه میبینه که بله، درخت پر از برگه ولی هیچ میوه‌ای نداره و به صورت خیلی عجیبی میبینیم که عیسی مسیح اونجا درخت رو لعنت میکنه، به طوری لعنت میکنه که اون درخت در عرض یکی دو روز خشک میشه و دیگه کلن میوه نمیاره. این هم باید ذکر کنم که خیلی مرسوم بوده که خیلی از این درختان در قسمت‌هایی از اسرائیل 90% سال اینا اصلا انجیر داشتن، یعنی چیز عجیبی نبوده که خارج از فصلش هم درخت انجیر یک میوهی داشته باشه، میگم هر چقدر هم کال بوده باشه. پس توقع می رفته که میوه داشته باشه ولی میوه نداره. این اتفاق همزمان با نزدیک شدن مسیح به اورشلیم و تطهیر معبد اتفاق میفته که هر دو اشاره به مشکل روحانی اسرائیل داره، اسرائیلی که باید میوه میداشت و وقتی که عیسی مسیح با اونا مواجه میشه در اورشلیم میبینه که هیچ میوه‌ای ندارن. درخت انجیر یک زمینه‌ای هم داره در کتاب مقدس که اشاره به قوم اسرائیل هستش، مثل اون تاک حقیقی که در یوحنا فصل 15 ما میبینیم که اون هم اشاره به قوم اسرائیل داشته و میبینیم که اونها اسرائیلی که باید قوم خدا میبودن، باید ثمرات و میوه ها میداشتن، اتفاقا هیچ ثمری ندارن و خانه خدا رو تبدیل کردن به بازار و نه تنها اونها میوهی ندارن بلکه پرستش اونها هم تبدیل شده به کفر. امروز هم برای ما این هشدار هستش که آیا ما فقط از دور شبیه مسیحیان هستیم و از دور به نظر میاد که میوه داریم؟ و یا اگر مسیح واقعا بیاد و ما را تفتیش کنه، آیا در ما میوهی پیدا میکنه؟ میوه نداشتن ما مصادف با داوری ما خواهد شد، ولی میوه داشتن ما به همراه برکت خدا خواهد شد. ما در انجیل یوحنا فصل 15 راجع به تاک حقیقی میخونیم. اونجا میوه واقعی چیزی هستش که ما زمانی از خودمون نشون میدیم که مسیحی واقعی باشیم و اینکه ما در مسیح هستیم و مسیح در ما هستش و این ماندن ما در مسیح و این اطاعت ما از کلام مسیح هستش که باعث میشه که ما ثمر و میوه داشته باشیم. میوه داشتن نشانه اطاعت ماست. میوه داشتن نشانه نجات واقعی هستش. میوه داشتن ما امروز نشانه ایمان ماست. هر که ایمان دارد عمل دارد، یعقوب در رساله خودش در فصل 2 اینطور میگه. خداوند بی ثمری ما رو عزیزان مجازات خواهد کرد. در مثال 10 خادم در لوقا فصل 19 میبینیم که خادمی که با سرمایش کاری نکرده بود و ثمری نیاورده بود اونجا مجازات میشه.
خیلی از این داستان فقط اون قسمت دعای مسیح رو روش تاکید میکنن که عجب قدرتی داشت مسیح، گفت و درخت خوش شد. امروز هم ما میتونیم توسط کلاممون در نام مسیح این کارا رو انجام بدیم و عده میان لعنت میکنن، برکت میدن، کارهای این چنینی میکنن. اما دو تا چیز اگر ما بخوایم از این داستان درس بگیریم، اولیش اینه که ضرورت داشتن ثمر در زندگی مسیح رو داره به ما تعلیم میده، که من و شما امروز باید ثمر داشته باشیم، نباید این طور باشه که فقط ما ادعا بکنیم. و دومین درسش هم میتونه این باشه که بدونیم و هوشیار باشیم که بی ثمری در نهایت روبرویی با داوری خدا رو برای ما به همراه خواهد داشت. با یک داستانی این سوال رو من تموم میکنم. روزی همسر یک آقایی به شوهرش گفتش که این درخت سیبی که در حیات ما هستش سالها دیگه میوه نمیده، سالها دیگه ثمری نداره، بیفایده شده، خوش شده، پس بهتره که قطعش کنیم تا بتونیم که از حیاتمون استفاده کنیم. شوهر جواب میده و میگه که فردا صبح من درستش میکنم. فردا صبح مرد با یک جعبه سیب قرمز تر و تازه وارد خونه میشه، نردبون رو بر میداره و با میخ و چکش میره بالای این درخت و شروع میکنه سیبهای قرمز و تازه رو با میخ به این درخت میخکوب میکنه. زمانی که کارش تموم میشه از دور میاد و نگاه میکنه. شاید درخت برای چند صباحی خیلی زیبا به نظر بیاد، ولی چون که میوه های حقیقی نیستن، بعد از مدتی پژمرده خواهند شد. امروز این هشدار برای ما هستش که آیا ما واقعا در مسیح هستیم تا در فصل خودش بتونیم اونطوری که مسیح میخواد ما میوه بیاریم، و زمانی که مسیح به سراغ ما میاد و ما رو نگاه میکنه، آیا درون ما اون ثمری که باید ببینه رو میبینه، یا اینکه ما امروز خیلی از این میوه ها رو مثل این شخص فقط رفتیم با میخ به درخت زدیم و بعد از مدتی زمانی که کسانی که وارد زندگی ما میشن و ما را میبینن اتفاقا میوه های پژمرده یا اصلا میوه ای نمیبینن. من فکر میکنم که این داستانی که در اناجیل میبینیم به ما کمک میکنن که بدونیم که روزی خواهد رسید که عیسی مسیح تک تک من و شما رو بر اساس این ثمرات و میوه ها داوری خواهد کرد، و اینکه آیا آماده هستیم یا نه. امیدوارم که دوست عزیزمون جوابش رو گرفته باشه و بقیه عزیزانی که گوش دادن به این پاسخ برکت گرفته باشن. شما میتونید از طریق واتساپ، تلگرام و اینستاگرام و همچنین وبسایت مکاشفه که مشخصات اونها در توضیحات ذکر شده با ما در ارتباط باشید.